من تهران کار میکردم، خدا رو شکر اینجا دوباره راه اندازی شد، الان یه سالی است که اینجا مشغولم. ایجاد بارقه امید با شروعی دوباره و پرقدرت. تعطیل شد، مجبور شدیم بریم شهرهای دیگه کار کنیم. خدا رو شکر اینجا فعال شده، اومدیم شهر خودمون مشغول به کار شدیم. اینجا ماشین سازی کیهان خرم‌آباده، کارخانه‌ای با قدمت بیش از 40 سال که پس از پشت سر گذاشتن کش و قوس‌های واگذاری به بخش خصوصی و تعطیلی حدود 9 ساله، اکنون به همت سرمایه‌گذار جدید در مسیر رونق تولید ریل گذاری شده. رنج محصولات ما سازه‌های صنعتی، ساختمانی و نیروگاهی هست. این کارخانه 5 هکتاری با برخورداری از 10000 متر مربع سوله و مدیریت خلاق توانسته ضمن بهره‌گیری از تجهیزات موجود برنامه توسعه خود را نیز به اجرا بگذارد. ما افتخاری که مجموعه انجام داد این که از ظرفیت‌های موجودش استفاده کرد، شروع به تولید کردیم و همزمان داریم برنامه‌هامون رو هم پیش می‌بریم. هر دو سه مورد رو ان شاءالله نماد می‌کنم، پیگیری می‌کنم ان شاءالله. شما اگه ان شاءالله ظرف 9 ماه بتونید اونجا رو به یک نقطه برسونید که همون اشتغال ایجاد میشه، هم در واقع تولید. پس از بازدید فروردین ماه امسال حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در کسوت رئیس قوه قضاییه از این کارخانه و حمایت ویژه ایشان، گشایش هایی در کار این واحد صنعتی حاصل شد. خریداری دستگاه و تجهیزاتی کرده بودیم از کشورهای خارجی. اینها یه مدت زیادی در گمرکات کشور برای ترخیصش مشکل بود. با توصیه‌ای که فرمودن خدا رو شکر شاهد این هستیم که دستگاه‌ها در کارخانه آماده نصب و راه اندازی هست. با نصب این دستگاه ما توانایی نورد یا رول کردن ورقایی به ضخامت 20 سانتی متر یا 200 میلی متر رو پیدا می‌کنیم که از این ورقا ما تو ساخت مخازن تحت فشار استفاده می‌کنیم. ماشین سازی خرم‌آباد برای تکمیل طرح توسعه و افزایش چند برابری اشتغال 70 نفری موجود خود همچنان نیازمند حمایت است. مسائل حقوقی انتقال مالکیت هست، تامین در واقع منابع مالی برای سرمایه درگردش با وام‌های کم بهره هست. طرح توسعه کارخانه ماشین سازی کیهان خرم‌آباد تا یک سال آینده تکمیل و علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید تجهیزات نیروگاهی با تکنولوژی روز دنیا، اشتغال اونم به حداقل 250 نفر افزایش خواهد یافت. غلامرضا غلامپور، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.